به نام خدا، سلام عرض کنم خدمت دانشجویان عزیز. تو این ویدیو میخوام خیلی خلاصه در مورد انواع رشته های بافت همبند یا همون فیبر های بافت همبند صحبت کنم. قبل از اینکه من شروع کنم در مورد جزئیات صحبت کنم، نیاز هست که یک سری مطالبی که قبلا گفتم یه تکراری کنم. من همیشه گفتم که وقتی در مورد بافت همبند صحبت میکنیم، مثلا بافت همبند سوس صحبت میکنیم، همیشه به طور مثالی که میزدم میگم مثل آش رشته میمونه. وقتی ما یک ظرفی از آش رشته داریم، یک ظرفی از آش رشته داریم، این تشکیل شده از یک سری نخودویی ها که اونها انواع سلول های بافت همبند هستن که به صورت پراکنده قرار گرفتن، که این سلول ها میتونه فیبروبلاست باشه، فیبروسیت باشه، مستر باشه، پلاسماسل باشه. بس یکی از اجزای تشکیل دهنده این آش رشته ما یا بافت همبند ما چیه؟ سلولاشه. بعد داخل این آش ما یه سری رشته ها وجود داره، که میگن رشته های بافت همبند. و هر آنچه که مایه که بین اینا میمونه بهش میگن چی؟ گران سابستان یا ماده زمینی. تو ویدیوهای قبلی در مورد انواع سلول ها صحبت کردم، در مورد گران سابستان صحبت کردم، میخوام تو این ویدیو در مورد انواع رشته های بافت همبند با شما صحبت کنم. یه تقسیم بندی کلی وجود داره، میگه رشته های بافت همبند یا فیبر. سه دسته کلی بیشتر نیست. یا این رشته های کلاژنن، یا رشته های رتیکولارن، یا رشته های الاستیک هستن. پس این رشته ها یا به صورت رشته هایی هستن به نام کلاژن، پس یکی ها به صورت کلاژن هستن، یا به صورت رتیکولار هستن، یا به صورت چی هستن؟ الاستیک. این انواع رشته های بافت همبند هست. خب در مورد رشته های کلاژن من با شما صحبت کردم، مثلا نوع کلاژن سازی هم گفتیم انواع مختلف رشته های کلاژن داریم، از امروز تا 30 نوع کلاژن تشخیص دادن. اما به صورت مقایسه اینجا یه کلیاتی میگم، چون اینا رو در کنار هم قرار بدیم تشخیصش راحته، اینکه ببینیم چه تفاوتی با هم. در مورد رشته های کلاژن چی گفتیم؟ گفتیم رشته های کلاژن رشته هایی هستن ضخیم، مواج و کاملا چی؟ اسیدوفیل. این خصوصیت رشته های کلاژن بود. مثلا این کلاژنی که من دارم میگم کلاژن نوع یک، توسط رنگ‌آمیزی اچندی یا هماتوکسیدین اوزین به صورت اسیدوفیل یا قرمز اونها رو میبینیم. خیلی من دیگه کاری ندارم، فقط مقایسه گذاشتم اینجا ببینیم رشته های چی شدن؟ رشته های کلاژن. اما رشته های بعدی که من میخوام اینجا در موردش صحبت کنم، رشته هایی هست اونها رشته های رتیکولار. رشته های رتیکولار از کلاژن نوع 3 تشکیل شده. یه فیدبکی به کلاژن بزنم. من وقتی در مورد یک فیبر کلاژن صحبت می‌کردم، این تصویری که من کشیدم یک تصویر چی از یک فیبر کلاژن است یا یک رشته کلاژن. این فیبر کلاژن از در کنار هم قرار گرفتن چندین ساختار نازک‌تر تشکیل شده به نام فیبریل. برای چی؟ فیبریل که توسط رنگ‌آمیزی اچ اند ای دیده می شود. اما رشته های رتیکولار که به صورت خیلی نازکتر از کلاژن هستن و نوع کلاژن نوع 3 هستن، هیچ موقع به صورت فیبر نمیشن، در همون فیبریل باقی میمونن. الان این فیبری که ما تشکیل میبینیم، حالا به صورت اون اولترا استراکچرش تو اون ویدیوها من توضیح دادم، از این سری فیبریل ها تشکیل شدن، به صورت چی هم؟ فیبریل هستن. اما این فیبریل ها رتیکولار نازک هستن، غیر منشعب. کلاژن هم یادتون باشه غیر منشعب است. و این رشته ها یک شبکه یا لاتیکی رو تشکیل میدن، یک مشورد، یک شبکه سبودی رو تشکیل میدن این رشته ها. و توسط رنگ‌آمیزی چندی ما رشته های رتیکولار رو نمیتوانیم ببینیم. چرا نمیتوانیم ببینیم؟ چون خیلی رشته ها ریزن، به صورت فیبریل هستن. فیبریل فارسی شو کنیم ترجمه کنیم میگیم چی؟
ریزرشته فیبریل تو کجا یافت میشن؟ ببین این شبکه سبودی که اینا تشکیل میدن خیلی ساختار مناسبیه برای کجا؟ برای جایی که میخواد تبادلات زیادی انجام میشه. مثلا یه مثال بزنیم تا متوجه بشید. ما ساختاری داریم به نام بون مرو مغز و استخوان. کار اصلی مغز و استخوان چیه؟ خونسازی، هماتوپویسیس یا خونسازی. برای اینکه خونسازی انجام بشه یه سری سلول‌های بنیادی اونجا تقسیم میشن، در حین تقسیم یک سری تمایزاتی انجام میشه و در نهایت به بلوغ میرسن. خب این مشورکه خیلی مناسبه. بس بون مرو ساختار اصلیش چیه؟ این الیاف رتیکولا به صورت شبکه قرار داره. دوم لیمف نودا، غدد لنفاوی. کار غدد لنفاوی چیه؟ تخلیه لنف بافتا. تخلیه لنف، توی تخلیه لنف چیکار میکنه؟ میرم تو اون خود ببینید تخلیه لنف که اتفاق وسطش یه سری غدد لوبیایی شکل میگن غدد لنفاوی. اسکرینینگ میکنن یعنی چه؟ قرمالگری میکنن. آقا مثلا یه سلولی که توی پوست تو هست، لانگرهانس که توی پوست تو هست، یک میکروب یه شناسایی که آنتیجناشو میگیره میده به تیسلا، تیسلا میره میگه اونجا یه خبری. لنفوس دیویدیا چیکار کنه؟ آنتی بودی باندی بسازید در علیه. خب اینجا تبادلات سلولی خیلی مهمه اینجا. در نتیجه این ساختار فوق العاده ساختار مناسبیه برای اونجا. برای استرومای اونجا. زیر همه اپیتلیوم اگر یادتون باشه، زیر همه اپیتلیوم ها یک زیر بیزال رامینا چی بود؟ رتیکولار رامینا. چرا رتیکولار رامینا زیر تمام اپیتلیوم ها چیزی مناسبی نکنید؟ این اگر یک اپیتلیوم بود درسته؟ زیر اپیتلیوم چی بود؟ بیزال رامینا درسته؟ یا تیغه پایی. زیر تیغه پایی چی بود؟ تیغه رتیکولار. تیغه رتیکولار. عباسی چرا تیغه رتیکولار این تیغه رتیکولار این شبکه سبودی از این چرا تیغه رتیکولار مناسب اینجا؟ مناسب که موادو دقیقا آفرین. اگر الان کلاژن نوع یک بود اینجا مناسب بود؟ نه، نمیتونست الیاف تبادلات اتفاق بیفته. ما گفته قانون اول اپیتلیوم چیه؟ بروخ خونی نداره. مشکلات خدمت شما عرض کنم که هم مواد ظاهرش میخواد خارجی میاد اینجا، این شبکه رتیکولار خیلی مناسبه. اطراف چربی ها سلولای چربی این رتیکولار وجود داره. اونجا رتیکولار برای چی درد میخوره؟ سلول چربی ما فکر کنم سلول چربی ما فوق العاده سلول فعالی هستن و عملکرد زیادی دارن. چرا؟ غذا که کم بخوری تو فاز گرسنگی که میری تریگلیسیدها اونجا باش شکسته بشن وارد خون بشه. غذا که زیاد بخوری اصلا چرب باید اونجا به صورت تریگلیسیدز ذخیره بشه. اصلا قدرت اندوکرین هم هست و حالا توی بافت چربی میگه. بس اطراف اون هم رتیکولار وجود داره. اطراف سلول های شوام هر جا که ما یه تبادلی قرار داشته باشیم بعد در رتیکولار وجود داره. خیلی ساختار مناسبی باشه. هم میتونه برخلی استحکامی بده، یک اسکلتی بسازد، ولی رشته هاش خیلی نازکه. اما تفاوتی با کلاژن داره از آن ساختاری که متفاوت بودیم مثلا فیبریل هستیم، به صورت فیبر هستیم، خیلی نازکه. یعنی ما توسط رنگ‌آمیزی معمولی نمیتونیم الیاف رتیکولار بدیم. اما یه تفاوتی از لحاظ ساختاری داره با خدمت شما عرض کنم که این رشته های فیب ما توی رشته های کلاژن کمتر از 1% قند کربوهیدرات هست، ولی اینجا 10% یا بیشتر از 10% این رشته ها چی هست؟ از کربوهیدرات ها و قند ها هستن. در نتیجه رنگ‌آمیزی پریودیک اسید چیف یا پس فوق العاده روش مناسبیه برای اون. در این هم هست کلاس بریود کسی چیف روش مناسبی به رنگ آمیزی. چرا؟ چون کربوهیدرات زیاده. دوم ذرات نقره رو به خودشون جذب میکنن. در نتیجه به اینها الیاف آرژیوفیلیک هم میگن. آرژیوفیلیک یعنی چی؟ دوست. آرژیو یعنی چی؟ نقره. به اینها الیاف نقره دوست هم میگه. آرژانتین هم شو آرژیوفیلیک آرژانتین. تو آرژانتین برای چی بود؟ کشوری بود که اولین دفعه که رفتن اونجا دیدن نقره زیاد داره، معادن نقره زیاد داره. بس به اینا الیاف آرژوفیلیک هم بهش میگن یا الیاف پس مصبت هم بهش میگن. خب اما بریم به بحث اصلی ما اینجا که در مورد الیاف چیه؟ الیاف لاستیک. الیاف لاستیک زخامتشون یه چیزی از الیاف کلاژن کمتره ولی از الیاف رتیکولار بیشتره. دوم هم تفاوت بعدی که وجود دارد الیاف الاستیک منشعب هستن. الیاف الاستیک به صورت منشعب هستن.
به صورت چی هم؟ منشعب هستن الیاف الاستیک. به صورت منشعب قرار داره. به اینا میگن الیاف الاستیک. همینطور که از اسمش پیداست خاصیت الاستیسیتی دارن. یعنی چی؟ خاصیت کیستانی دارن. یعنی وقتی یک بافتی، یک ساختاری تحت کشش قرار میگیره بعد از اینکه فشار بردارم چه برگرده سر جای اولش، مثل پوست ناخن، من پوستم الان دارم میکشم برگرده سر جای اولش، این مقاومتی در برابر اون کشش دقیقاً برگرده اون ساختارش اینجوریه که توی استرس دوباره وقتی بین میکنه میخواد برگرده تو حالت اولش، الان میکشم به چه صورت. اما الیاف الاستیک ما سه دسته هستن. الیاف الاستیکی که تو بدن ما وجود داره سه دسته هستن، یا به صورت اکسیتالان هستن یا به صورت چی؟ الیاف اکسیتالان یا به صورت الامین هستن. الامین ببین دو چیزی چه درست نمیشتن، الامین یا به صورت الیاف الاستیک هستن. اینا تفاوتی چی؟ چرا لازم سر کنیم اینا رو با هم متوجه میشه تفاوت اینا با هم چی هم؟ بس ما سه دسته الیاف الاستیک داریم. اینا ببین سه دسته هم که میگن نحوه تکاملیشه، اول توضیح بدیم بعد در میگن در مورد صحبت کنیم. اکسیتالان وقتی ببین اولا که همه اینا رو چی میسازه؟ سلولای فیبروبلاست. سلولای فیبروبلاست وقتی میخواد اول رشته الاستیکو بسازه اول باید رشته اکسیتالان بسازه. رشته اکسیتالان چی هست؟ رشته های اکسیتالان اگر اینجا من خدمت شما بکشم داخلشون یه سری گلیکوپروتئین های رشته ای هستن به نام فیبریلین. به نام چی؟ فیبریلین. نه قشنگ گوش بدید بچه، فیبریلین. این فیبریلین ها به این صورت داخل این قرار گرفتن. این فیبریلین، فیبریلین ها قرار دارن، درسته؟ اینجا من بردم دفعه از سرش فیبرین ها قرار دارن. این همه شون ادامه دارن. اگر رشته ها فقط از فیبرینین تشکیل شده باشن بهشون چی میگن؟ اکسیتالان. بهشون چی میگن؟ اکسیتالان. به میگن چی یک رشته؟ اکسیتالان کل فیبرین. حالا تو مرحله بعد یک پروتئینی وجود داره به نام چی؟ پروتئین چی؟ الاستین. اگر این پروتئین الاستین شروع کنه رسوب کنه بین رشته‌های فیبرینین، درسته؟ میشه چی؟ میشه الانین. رسوب کنه مثلا این الان، این الان چیه؟ این الان الاستیک است. رسوب کنه تیک تیک تیک، اینجا رسوب کنه تیک، اینجا رسوب کنه تیک، اینجا تیک، اینجا تیک، اینجا به این میگه رشته‌های چی؟ الانین. و در حین تکامل بیشتر این میاد رسوب میکنه چی؟ کل اینو میپوشونه، کل این در اینجا میکشن یا چی نوشته چی؟ فیبرین. فیبرین هم دیگه، درسته؟ درست. این کل توده توسط چیز پوشیده میشه، درسته چی؟ درسته. الاستین، پروتئین الاستین. به این چی میگن؟ رشته های الاستیک. چند دقیقه واسه در رابطین خارجش مگر اونجایی که نپوشوندن این فیبرین ها وجود داره، درسته؟ درسته؟ این چون خارجشه این وسطش وجود داره، وسطش کاملا چه رسوب کرد ولی خارجش وجود داره دیگه، درسته؟ بچه ها این نوعه تکامل کمرنگ شد این ولی همین بچه ها تو کلینیک به این اکسیتالان و الانین الیاف نیمه الاستیک هم میگن، همه الاستیک. هر چقدر این تمایز بیشتر باشد الاستیسیتی چیه؟ قوی تره، محکم تره. ولی اینطوری نیست که همه جا های همه جا الاستین خوبه؟ نه، بعضی جا الاستین خوبه. استحکام میخواییم اونجا اصلا بعضی جا تغییرات یهو برگرده سر جای اولش به صورت ناگهانی باشه آسیب بزنه، مثلا الیاف زنول. الیاف زنول کجا؟ الیاف زنول کجا؟ چش. تو چش نگاه کنید، توی چشم اینجا یه بکشم خدمت شما، این الان چیه؟ کره چشمه. این الان چیه؟ قرنیه است. این الان چیه؟ عصب چشم، درسته؟ حالا بشید لایه خارجیش قدام میشه قرنیه، این هم میشه سولیه. اما داخل یه ساختاری هست به نام چی؟ مشمیه. که این مشمیه میاد جلو اینجا زخامت زیاد میشه بهش میگن چی؟ اجسام مژگانی. اجسام مژگانی یا سی بیاری
بادی من بحثم درس دادن این نیست، بحثم درس دادن این نیست، بحثم درس دادن این نیست. اینجا میشه چی؟ انرژیه، درسته؟ این سیدیاری بادی اینجا چین هایی داره و این مثلا محل قرارگیری چیه؟ زنول هست، زنول محل قرارگیری عدسی هست، ببخشید عدسی هست. این عدسی که اینجا قرار داره توسط الیافی به نام الیاف زنول، که یعنی الیاف زنول از یه طرف هستن به چی؟ عدسی از یه طرف به چی؟ جسمانی موجبانی. زخامت عدسی به خاطر کشاش این الیاف زنول تغییر میکنه. این الیاف زنول وقتی کشیده بشه زخامت عدسی چی میشه؟ کم میشه. اجسام وقتی دور رو نزدیک میرن به این صورت میاد چیکار میکنه؟ تطابق رو انجام میده. اما جالبه این الیاف جنسش اکسیتالانه، جنسش الاستیک نیست. چرا؟ این ساختار عدسی به گونه ایه که اگر یونیار میکشی یو اگر الاستیک باشه برگرده بیاد این ساختار عدسی ما بعد از مدتی به هم میزه. در نتیجه اینا باید تو اینجا باید از چی استفاده کنیم؟ نیمه الاستیک استفاده کنیم، اکسیتالان. این برگشتن چی باشه؟ تدریجی باشه. حالا متوجه شدید چرا هر جایی که از اینا به درد میخوره؟ مثلا الیاف پی دی ای دنتال لیگامنت، الیاف پی دی ای اگر یادتون باشه توی مثلا فک، توی فک که وجود داره مثلا این الان یک فک استخوان آلوول دقیقاً این الان چیه؟ فک استخوان چیه؟ آلوول هست. خیلی سریع میشه درسته؟ اینجا استخوان آلوول داخل داخل این زواید آلوول چی وجود داره؟ دندان ها دندان دویش. اینجا یه سری الیاف به نام الیاف پی دی ال اینو به زواید آلوولار وصل کرده. اینا هم جسمشون الاستیک نیست، اینا جسمشون چیه؟ آلومینی مثلا اینجا زیاد آلومینی اینجا زیاد است درسته؟ ببین هر چقدر آلومینی خاصیت الاستیسیتیش از اکسیتالان بیشتر. این هم ساختار خدمت شما ساختار هم اینا رو از لحاظ عملکرد، موقعیت عملکرد، جاهای متفاوتی که هست می‌بینیم. هم نحوه تکامل بالاخره برش می‌زنیم، اونایی هم که می‌خوان در نهایت راستی بزنن اول باید چی باشن؟ اکسیتالان باشن. از لحاظ تکاملی هم امکان بین پوستو که ما می‌بینیم هر سه تا رشته می‌بینیم. شاید اونجا اکسیتالان کاری نداشته باشه ولی هنوز به مرحله مشغول خودش، به مرحله بلوغ خودش نرسیده است. رشته‌های الاستیک هم توسط رنگ‌آمیزی چندی دیده نمی‌شن. برای رنگ‌آمیزی نیاز دارن به رنگ‌آمیزی‌های تخصصی. مثل چی؟ مثل اورسین، آلیت فوشن، رنگ‌آمیزی تخصصی هستن. اورسین یا آلیت فوشن رنگ‌آمیزی تخصصی هستن که وجود داره. اما من اینجا این مطلب بکشم بستر، این تو حالت رست، یا حالت ریلکسیشن نگاه کنید. ما خیلی جالبه الیاف کلاژن بیشتر چی؟ کرولین و اسیدامین پرولین و گلیسین وجود داره. اینجا اسیدامین پرولین و گلیسینه، اسیدامین پرولین و گلیسین به این صورت وجود دارن. اسیدامین پرولین و گلیسین به این صورت الیاف الاستیک وجود داره. منتها خیلی تفاوت داره. الیاف پرولین و گلیسینی که اینجا وجود داره، پرولین و گلیسینی که اینجا وجود داره چه اتفاقی میفته؟ گلیسینی که اونجا هیدروکسیلیشن توش اتفاق میفته، یعنی الیاف به صورت هیدروکسی پرولین هستن یا هیدروکسی گلیسین هستن چون خیلی محکم میشه، ولی اینجا هیدروکسیلیشن اتفاق نمیفته. هیدروکسی پرولین که خیلی کم، هیدروکسی گلیسین که اصلا نداره. و اینها توسط وقتی تو حالت طبیعی اینا توسط یک اسیدامینی به نام لیزین پیوند متقاطع با هم برقرار میکنه. به این صورت با هم چه هم پیوند دارن، اسیدامینی لیزین میاد اینا با هم پیوند برقرار میکنه. این لیزین ها خیلی مهمه تو الاستیسیتی. اینا وقتی تو حالت کشش قرار میگیرن، تو حالت کشش قرار میگیره اینا به این صورت در میگیره. توسط چه الیافی در کنار دیگه قرار میگیرن؟ لیزین. متوجه چجا؟ لیزین ها اینا رو در کنار هم قرار میگیره که وقتی فشار برداشته میشه، اینا حالت ریلکس هست، اینا حالت چیه؟ استرس هست. وقتی فشار از روش برداشته میشه دوست داره برگره تو حالت چی؟ ریلکسیشن. وقتی سینک میره بارا این لیزین ها هستن که باعث میشه این الاستیسیتی پوست دچار
آسیب بشه. تو سیر پیرمرد رو دیدیم میکیشی چند لحظه تو میشی تا برگرد سر جای اول خودش، برگرد سر جای اول خودت. یا بعضی از افراد هم که دچار سیندروم مارفان هستن، نقص در شاخصان رشای الاستیک مشکل ایجاد میکنه، مارفان سیندروم. اینا میرفتن تو سیر قدیم اونها رو بردن تو پوستشون رو میکشیدن کش میومد، اینا الاستیسیتی میبرد ولی بر نمیگشت به این حالت سر جای خودشون، بیش از حد میبرد و این مشکلاتی رو ایجاد میکنه. مثلا تو دیواره عروق این رشای الاستیک فوق العاده نقش داره. بس رشته های بافت همبند سه نوع هستن: کلاژن، رتیکولار، الاستیک. کلاژن ضخیم، مواج، قید منشأ. رشته های رتیکولار نازک به صورت شبکه‌ای. رشته های الاستیک ضخامتش بین این دو تا منشأ. دیگه تفاوت هایی که وجود داره این نقطه تکامل چند این ستا رو خدمت شما توضیح دادم. اگر سوالی هست هستن در خدمتتون، اگر نه خسته نباشید.